خب بازم سلام میکنم، بازم بهتون تبریک میگم. دیدید بعضیا میگه مثلا سلامی دوباره، من نمیدونم یعنی چی سلامی دوباره. شما مثلا میری تو کوچه و برمیگردی به خانوادت میگی دوباره سلام، یا یکی میگه هزاران درود و فلان اینا، در اصل سال نو رو تبریک گفتم ولی چون ضبطمون روشن نبوده دوباره بهتون تبریک میگم. و بذارید من یه دونه عکسی چیزی بیارم تو این برنامه و ببرم ببینم این درست میشه یا چرا. اینم 6 7 روز کار نکرده، تنبل شده. دوستان کار سیغل بدنه، حتما 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 کار کنین. و نمیدونم خلاصه این روی آقای بهرامی، این عکسی که شما فرستادی ما گذاشتیم تو دستگاه، دستگاه ما رو گاتی پاتی کرد. واقعا هم همینجوره، بعض وقتا خدا میدونه این عکس، نوشته، مقاله، ویدیو از کجا اومده، چه ویروسی با خودش همراه داره و چه خواهد شد یا چه بلایی به سر من و شما میاره. در صورت دوستان عزیز یک بار دیگه اعلام میکنم، امروز یک شنبه 6 فروردین 1402 برابر با 26 مارچ 2023، ساعتم 1:11 بعد از ظهر یا 13:11 بعد دقیقه و وقت نیویورک، واشنگتن، شرق آمریکا. و اما از خودتون حساب کنید، ببخشید، از خودتون سوال کنید، این همه اخبار بد راجع به ایران میگن که واقعا هم حق دارن، حکومت بد، آخوندهای نادان که فکر میکنن دانا هستن. بدترین اشکال اینه که یک کسی نادان باشه فکر کنه دانا. این آقای پرویز نظامی همیشه میگو خطرناکترین آدم ها کسایی هستن که کم میدونن، و اینا چون کم میدونن همه کاری میخوان انجام بدن خراب میشه. صحبت کی بود فکر نگاه کردم در مورد شاه، گفت این شاه با این همه کارهای حالا به قول خودش خوشگذرونی، کارهای غیر اخلاقی که میکرده، چه با زنها، چه با مردها، چه با دخترها، چه پول میدادن زنها خارجی میمدن هرچی، میگو بیا اصلا در شبان روز وقت نداشته به کارهای دیگه برسه. اون وقت با همه این مکافات میخواسته کارهای دیگر هم همش خودش انجام بده، از ماجرای نفت گرفته تا زوباهن تا نمیدونم این و اونو. خلاصه این شد که چنین شد. چرا واقعا اینجوری شد؟ ببینیم این چرا ما رو فریز کرده در این هوای خوب آفتابی. و اب نداره دیگه، حالا شما که سربی، همین سربی، حالا از حالا تا یه ساعت دیگه هم که با شما هست، تا دو ساعت دیگه، یه ساعت دو ساعت پیرتر میشه، چیزی نیست که خیلی جالب بوده باشه. و اما خبری، حالا شما که تو آلمان هستی، شما که تو فرانسه هستی، هر جای دنیا هستی، خبری راجع به این توافق یا صلح بین ایران و عربستان رو شنیدید؟ چقدر در موردش صحبت کردن؟ چقدر مهمه تو دنیا؟ چه تأثیراتی میذاره؟ از طرفی وقتی این آقای مکرون به خانم علی نجات هی چونه میزنن که این حالا جنبش تکون بدیم یا انقلاب زیر رو کنیم، الان ببینید تو فرانسه چی شده. آقای جهانگیر شادانلو که به ایشون هم سال نو رو تبریک میگم، برای همه یه سری عکس، ویدیو اینها گذاشته بود از آشغال ها تو خیابون، زباله ها و آشغال توی خیابون های فرانسه. فرانسه روز معمولیش همجوری که رد میشه اینور بر بوی جیش و اینها میاد، خیلی تمیز نیست. شما میدونید اصل این اوتکلون رو نمیدونم دوش و این چیزها رو میگن به خاطر فرانسوی ها که خیلی بو میده بدنشون درست کردن و اینها. حالا فرانسوی ها رو با خودمون دشمن نکنیم، اینقدر از آلمانی ها تعریف کردیم چی شد. در نتیجه چی میگن، خلاصه هیچ که حالا میاد به آقای مکرون بگه آقا چرا داری بازنشستگی اینا رو کم به اصطلاح چی میکنی، بهشون زور میگی، فلان کن نکن، اصلا میشه دخالت در یک کار کشور دیگه. من گفتم واقعا با وجود که دل خوشی از این آخوندان نداریم، ولی اگر جای اونا بودم هر روز به زبانهای مختلف میگفتم که فرانسه چرا اینا رو چی میکنی. ولی گویا اتحادیه اروپا رئیس جمهور فرانسه رو به خاطر زورگویی محکوم کرده. دوستان گوش کنید، دقت کنید،
این آقای فرامرز دادرس میگه خبرها رو باید بین خطوطش هم نگاه کنید، یعنی اونجایی که سفید هست باز یه چیزایی نوشته شده. این گویا اون وقتا زندانیا وقتی نامه می نوشتن برای خانوادهشون، وسط خطوط معمولی رو با آب پیاز، با حالا نمیدونم برگ دومه فلان دومه چی میگن پره چیز می نوشتن. بعد اون به اصطلاح خانواده اینها وقتی اونو میگرفته یه مقداری کاغذ رو که گرم میکنید، کاغذ همچین که رنگش قهوه‌ای میشه، اون نوشته ها. دوستان اگه صدای من میاد اینجا هر کدومتون صدا رو میشنوین یه یک بنویسید، و این کار اون وقتا تو پلتاک انجام میدادیم. خلاصه اونها اون خطوط بین نوشته ها رو میخوندن و شعرهای زیادی هم گفته شده، مثلا راجبه اون که گفت اگه مشکلی باشه با خط قرمز مینویسم و اینها، بعد با آبی نوشت برای طرف، بعد گفت مشکل این بود که یه چیزای این قشنگی هست که نمیدونم خودکار قرمز گیرم نیومد، یه چیزی اینجوریه. در هر صورت ایران و عربستان شما چقدر راجبش خبر شنیدید؟ نظر شما چیه؟ آیا خوبه که، مرسی آقای اکبری عزیز که شما همیشه به گوش هستید و خیلی هم ریسپانسیو هستید. آدم های ریسپانسیو یعنی کسی که به دیگران، به خواسته دیگران توجه میکنه، به گفته دیگران عمل میکنه. من خیلی خوشحالم که با شما دوست شدم، امیدوارم که حالا یا آمریکا یا آلمان دیدار شما رو هم به اصطلاح موفق بشیم به داشته باشه. و اما نظر شما راجع به ایران و عربستان چیه؟ رابطه بعد از 7 سال این مکافات هایی که بر سر هیچ و پوچ یه سری احمق طلبه، یه طلبه ای رو عربستان، یه طلبه شیعی مثل که چینی هم بوده کجایی بوده کشته بود، اینا برداشتن سفارت اونجا رو ریختن به هم و اینها، و ایرانی که انقدر ضربه خورد از تسخیر سفارت آمریکا، بعدم این دولت مردا به جایی که اونا رو چیز کنن اینا هم گفتن بله و فلان، اینا اونا هم جمع کردن و خلاصه 7 سال بود رابطه نداشتن، ولی الان قراره در کشورهای خودشون سفیر و اینها داشته باشن. و یه خبر خیلی مهم دیگه بهتون بدم دوستان، گویا یادتونه احمدی نژاد هم هی منو پچ پچ میکرد که ما این دلار آمریکا چرا واحد پول دنیا باشه؟ آقا واحد پول آمریکا باشه، معیار واحد پول دنیا یا چیز باید طلا باشه، باید نقره باشه، باید مس باشه، چرا دلاری باشه که وقت دلار تنها چیزی که پشتوانه هم نداره؟ شما میدونی مثلا وقتی دولت ایران میخواد پول چاپ کنه باید پشتوانه طلا داشته باشه تا بتونه به اون اندازه پول چاپ کنه، ولی دولت آمریکا همچین چیزی نداره. اینقدر موضوع زیاده و اینجا بنویسم جدال، شاید هم نوشتم قبلا، این آقای علیزاده هست، یه برنامه بسیار خوبی ولی خیلی طولانیه، توضیح میده درباره گرونی و مهار کردن اقتصاد در ایران. من نمیدونم اگه این خاموش کنم و روشن کنم این تصویر بلش کنه چیکارش داری، خیلی هم قشنگ شده. این ور سوربی با خودکار به دست و بدون کت شلوار و با یه پیرن معمولی، این ورم نشته هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، ساقیا آمدن عید مبارک بادا، یا باد است یا همچنین نوروزتان مبارک. خیلی هم خوب. خب آقای هرچی شیخی هم اینجا سلام سال نو مبارک به شما، میگه که آقای سوربی عید باستانی نوروز سال نو سر آغاز بهار طبیعت بر شما و خانواده گرامی مبارک باد. خیلی ممنون متشکرم، امیدوارم این 5 روزی که گذشته، امروز 6 روز، حالا تو ایران دیگه گذشت 6 روزی که گذشته، آغاز خوبی بوده باشه. ضمن اینکه خبرهای تصادف زیادی در راه‌های ایران شنیدم، متاسفانه نه ماشینا خوبه نه مردم رعایت میکنن. و دوستان صادق زیبا کلام
این برنامه کوچه آبروش حسابی برد، یه مصاحبه کرده بود، هی قسم میخورد به خدا نمیدونم الان میان توف میندازن تو صورتش فلان بسار اینا، ای کاش یکی بره توف بنداز تو صورتش. چون این مردک دروغگو همون موقعی که انقلاب کرده میدونسته که وقتی انقلاب میکنی همون تولیدات و صنعت مونتاژ هم اگه بخوای خودت بری چرخ رو از دوباره کشف کنی و درست کنی یه چیز مزخرفی میاد. خودش اون موقع 4 تا نخ مو هم داشته، میگه که ما ممکنه 50 سالم بریم عقب ولی هیچ اشکالی نداره، ولی امروز داره داد و بیداد میکنه. یکی باید این ویدیوهای خودش رو مجبور کنه از صبح تا شب نگاه کنه، یعنی این بدترین تنبیه برای خودش هست. در صورت اینم آقای صادق زیبا کلام زشت رو و زشت سیرت. خب بله، در رابطه با ایران عربستان اگر موضوعی هست اینجا بنویسید من میخونم، اگر بیشتر میخواین صحبت کنید میتونید پیام بذارید، شماره تلفن ما هست 202 بذارید من این زیر بنویسم، حالا که اونجا چیز شده write a comment، شماره تلفن میسم تلفن 202-695-2573، یه یو اسی هم براش میذارم، یو اس ای که بدونید آمریکا هست. همین شماره رو مثل که اگر واتس اپ میشه 201-202-695-2573، یا ممکنه فقط یه علامت به اضافه یا به علاوه بزنید و بعد اون شماره یک و بعد این شماره رو بنویسید. در صورت اونایی که بخوان تماس بگیرن راه تماس رو پیدا میکنن، ضمناً اونجا من نوشتم یه بار دیگه هم اینجا مینویسم www.mardomtv.com، این صدای کیبوردم اگه میاد ازتون عذر میخوام، و www.mardomreport.com. یه دوستی پیدا شده بود از کالیفرنیا، از کانادا، میخواست مردم ریپورت و مردم تیوی رو داشته باشه، ولی هدفش این بود که اگه بتونه اقامت هم بگیره و این پرستو گل سرخی و اون لافرمی که دارن، ایشون وقت تماس گرفته بود گفته بودن که خیلی مشکله و اینها، اگر این که مگر این که تلویزیون مردم بگه شما رو میخواد استخدام کنه، ما گفتیم آقا ما خودمون پول نداریم میریم برای دیگران کار میکنیم، حالا پولمون کجا بود؟ خب دوستان فکر کنم آقای اکبری بود که فیلم مراسم سال نو بر سر یعنی آرامگاه حافظ اینها رو گذاشته بود، و من نمیدونم بعضی از این دوستان خیلی احساساتی میشن، حتی دوستمون از کانادا هم بهزاد برای من فرستاده بود. دوستان میدونید ما چی هستیم؟ ما به یه قوره سردی میکنیم، به یه مویز یا کشمش گرمیمون میشه. حالا بعد از این همه سال یادمون افتاده که حافظ ایرانی بوده و این و این، حالا اولا بلدم نیستیم که بابا این اصلا اسمش که حافظ نبوده، بهش میگن حافظ برای که این حافظ قرآن بوده، یعنی اونم از این آخونده مسلمون تر بوده. حالا بمانه بلند میشن سر ساعت نمیدونم تو ایران هم نصف شب بود که بود دیگه 5 عصر، اینجا میشه 2 صبح 3 صبح، میرن سر آرامگاه این بنده خدا، سر و صدا و شلوغی و اینها. من یادم والا اون وقتا وقتی ما میرفتیم اونایی هم که نشسته بودن اینجا به خاطر ادای احترام ساکت، حالا میرن ترقه در میکنن، آتش بازی میکنن، اون شیشه های محافظی که گذاشتن که نیان دست چرب و کثیفشون رو به میزنن اونا رو میشکنن. گفتم خب سال دیگه آخونده این ویدیوها رو نشون میدن، میگن ممل رو برد، اینا هم که مثل احمدی نژاد خیلی کارآزموده هستن، ممل رو لولو برد دیگه نمیتونید برید سر مزار حافظ، برید یه مزار دیگه پیدا کنید. اون مزار کوروش و اینا بود که رفتن انقدر افتضاح و تلویزیون های اینجا چیز کردن اونو بستن، نمیدونم امسال کسی رفته بود یا نرفته بود. حالا آرامگاه حافظ هم به این صورت، حالا ببینیم سعدی و نمیدونم شیخ های دیگه کیه اون بالای قرآن،
چیز کرمانی، خاجوی کرمانی، اینا بینیم به چه صورت خواهد شد. در صورت اینم از این یک آدیوی شاهین برای من گذاشته بود که والا یادم نیست به شما تبریک گفتم یا نگفتم. این روزا آدم نمیدونه کی به کی کجا و چه زمانی تبریک گفته یا نگفته. البته من فکر میکنم برای ایشون که حالا برنامه داره یا به صورت تیک تاک یا به صورت اینستاگرام یا به صورت فیسبوک و اینها، بهترین کار همینه، راحت مثل من که امروز بعد 6 روز اومدم سلام علیک میکنم، سال نو رو به شما دوستان تبریک میگم، اونم از یکی از این به اصطلاح برنامه، توی یکی از این برنامه سال نو رو تبریک بگه. و بله شما کاملا درست میگی، حالا کم کم داری متوجه میشی که هی ام سوربی میگه آقا ما گیج شدیم، این چیه اینستاگرامه؟ همین واتساپ من دو نوع دارم، یکی واتساپ معمولیه، یکی واتساپ بیزینس. خب فیسبوک هم که دو نوع دارم، یکی فیسبوک سوربیه، یکی فیسبوک بیزینس مردم تیویه. نمیدونم تلگرام، اینستاگرام، ایرانی ها که 1000 نوع دیگهش دارن که من و شما بلدم نیستیم. در هر صورت باید این کار رو انجام بدیم و اگر کسی رو میخوایم ببینیم یا دوست داریم بریم بگیم اونجایی که اون هست ما بریم. قرار نیست اون بلند شه تو همه خیابونا بیاد را بره که شما ببینیش، اون نشسته اونجا شما میری میبینی. خب مراسم نوروز در کاخ سفید، دوستان تو رو خدا اینقدر احساساتی نشین، اینقدر احساسی عمل نکنی. آقا در این کاخ سفید هر روز خدا چندین برنامه مختلف درباره ادیان مختلف، ملیت‌های مختلف، کشورهای مختلف، فرهنگ مختلف اجرا میشه. من فکر نمی‌کنم هیچ کدومشون مثل ما ندید بدیدا اینقدر تو سر کله هم دیگه بزنن که آقا خانم فلانی آمد نمیدونم تار زد، اون خانم رعنا منصور آمد آهنگ بیچاره این شروین برایه رو ترجمه کرده به انگلیسی اون خون، یا این خانم مقبلی که میخواد بره فضا آمد نمیدونم ناسا و افتخار کرد. بابا اصلا این آمریکا یعنی همین که خانم مقبلی بلند شه از ایران با پدر و مادرش بره آلمان پناهنده باشه، از آلمان درست داستان ما بیاد آمریکا، امروز بتونه بره فضا، فردا بتونه بیاد بشه رئیس جمهور. هم الان دارن روش کار میکنن که اگه کسی اینجا هم دنیا نیومده بتونه رئیس جمهور بشه. این آقای آرنولد شوارزنگر، این خب دنیای اومده تو اتریش، اومده اینجا شده ازدواج کرده و زن گرفته و نمیدونم زیبا اندام بوده شده بالاخره سیتیزن، میتونست فرماندار بشه و شد، ولی نمیتونست رئیس جمهور بشه. همون موقع هم یه صدا و ندایی را آورد که چرا نه، ما که از بعضی آمریکایی‌ها بیشتر برای این مملکت زحمت کشیدیم، ما که از بعضی از این آمریکایی‌ها بیشتری مملکت رو دوست داریم، قانون اساسیش هم بهتر میدونیم، و نرفت دنبالشو بگیره. حالا ممکنه همین خانم مقبلی بره و دنبالشو بگیره و کی میدونه، ممکنه این بشه فردا اولین رئیس جمهور زن آمریکا که ایرانی آمریکاییه. ولی اینقدر تو سر خودتون نزنید دیگه، اینقدر خودتون پایین نیارید که رفتید اونجا خانم نمیدونم بایدن اومده گفته به به چه چه، آقای بایدن هم که اصلا راه که میره این نمیدونه کجا داره میره، بنده خدا گیجه، مثل کورا بود. بعضی وقتا دستشونو میگرفتن میبردن میذاشتن، این دستش که میذاشتن اینجا میفهمید مثلا دم میزه، میفهمید کدوم طرف رو نگاه کنه، این هم یه همچین حالتی رو داره. بعدم یه نوشته‌ای دادن اومده، حالا یه کسی رفته، خب خوبه که بریم داخل بشیم تو سیستم اینا و بیایم به اصطلاح فرهنگ خودمون رو اینجا، ولی چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما فکر میکنید از حالا جو بایدن منتظر سال 1403 یا همینجور این ماهی قرمزی که رو سفرش گذاشتن بهش خوراک میده؟ چی داریم؟ ما چجوری داریم فکر میکنیم؟ به چه چیزای علکی دلخوشیم؟ همین بایدن میاد
میگه که ما نمیخوایم با ایران جنگ کنیم، ما بازم دنبال این هستیم که با هم گفتگو کنیم برگردیم. ماجرای نفت گویا میخوان و اون با پول دلار رو بردارن. این واحد پول چینی ها چیه؟ نمیدونم. خلاصه صحبت از این بود و خیلی به اصطلاح این یه موضوع مهمیه که آمریکا رو بی اعتبار میکنه. و اما خانم بانو سپیده قلیان، حالا این قلیان نیست، قلیان یعنی قلیان، اوکی، ایشون آزاد شد، بلا فاصله اومد، به نظر من مشنگ بازی در آورد، به نظر بعضیا خیلی شجاعت نشون داد، دوباره گرفتن برنش. این چه نوع شجاعتیه؟ تو چه شجاعی هستی که بگیرن بندازن تو زندان؟ شجاع اون کسیه که بره مخفیانه بزنه پدر اینا رو در بیاره. برید ویدیوی 4 سال پیش این خانم رو ببینید که برای بی بی سی پر کرده، فرستاده، فعال بوده، دانشجو بوده، رفته با کارگران هفت تپه. ین واحد پول چینه، ین فکر مال ژاپنه، ووهان میگن، نمیدونم یه چیزی اینجوری میگن، حالا نمیدونم، در صورت من که والا گیج گیجه. شما باورتون میشه مثلا برزیل واحد پولش ریال هست؟ البته اون ریاله با این فرق میکنه. در صورت اینا یه نگاهی بکن آقای اکبری، ببین راجع به پول نفت و اینا میخوان چیکار کنن. یه صحبتایی هست، یه حرفایی هست و من حقیقتش امیدوارم یه همچین اتفاقی بیفته. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، نیروی دریایی آمریکا 1/3 در حال آماده باشه. باورتون میشه؟ اولا کشتیایی که اینا دارن استفاده میکنن 50 سال کهنه است. برید ببینید 60 مینیت رفته تو کشتی، میگه هنوز کامپیوترها اینا، شما فلاپی دیسک اصلا یادتونه؟ یک دم مثل صفحه گرامافون بود ولی توی جلدی بود. اینو باید میکردی تو کامپیوتر، در کامپیوتر رو میبستی، این شروع میکرد، بهش گفتن دیسک آپریتینگ سیستم، ولی فلاپی بود. فلاپی چیزایی که مثل ماهی که تکون میخوره، نرم اینجوری بود. که بعد دیگه شد اون آپریتینگ سیستم رو گذاشتن تو کامپیوتر. دوستان کامپیوترهای زیر دریایی های آمریکا هنوز با فلاپی دیسک باید شروع بشه، روشن بشه، گرم بشه. مثل اون وقتا یادتونه پریموس برای حموما میگفتیم پرمز، میخواستن روشن کنن با پمپ میزدن، یه فتیله پنبه مینداختن گرم میشد، و این لوله ها که گرم میشد، نفت که از تو این لوله ها دور میزد چون شعله زیرش بود تبدیل به گاز میشد، بعد میسوخت به صورت آبی. یعنی این زیر دریایی آمریکا. حالا با این زیردریایی ها برید تو کجا میره؟ میره تا گوام. گوام نزدیک چینه. آقا تو اصلا اونجا چی کار داری؟ بابا بیا برگرد همینجا. اون موقع آمریکا بود که هی از این اونم ایراد میگرفت، میگفت چرا انگلستان از اون ور دنیا بیاد اینجا، ما چیز اون باشیم، کلونی اون باشیم، من استقلال میخوام. ولی استقلال که گرفت خودش شد مکافات. حالا انگلستان و فرانسه و اینها دوزاریشون افتاد، یکی یکی فهمیدن به جایی که برن اونجا وایسن زحمت بکشن، بیان قشنگ تو کشورهای خودشون اونا بیان اینجا بردگی کنن. شما ببین الان مراکشیا و نمیدونم کشورهای دیگه که زیر سلطه فرانسه بودن، این هندیایی که زیر سلطه انگلستان بودن، ببین همشون میان با چه مکافاتی خودشون میرسونن به این کشورها و اونجا به چه کارهای چیزی تن میدن که وضع انگلستان و فرانسه خوب باشه. ولی خبر بعد، در لندن برای اولین بار به خاطر ماه رمضان دوستان یه خیابون رو چراغانی کردن. همیشه بگن چراغانیه، چراغانی کردن. بله ایشون هم نوشته، آقای اردشیر شیخی نوشته ین واحد پول ژاپن هست. نمیدونم حالا اسم اون شهره بود که کرونا میگفتن ازش شروع شده، ووهان، گویا یه چیزی مثل اون میخوان واحد پول برای خرید فروش نفت بکنن. این بعد نیست، یه کم وقت بذارید بعد راجبش بخونید. در اصل دوستان این هم از این ماجرا.
شما به من بگید نظرتون راجع به این خانم سپیده قلیان چیه؟ و اینایی که میزنن زیر کت اینا، برو آقا تو میتونی بزنی، برو آقا تو پیروزی. و این ایام عید الان شما ببینید اون بیچاره ها سر مزار عزیزانشون، این رادیو تلویزیون های عقب افتاده خارجی تا روز پنجم هنوز داره تحویل سال نو سر مزار اونا رو نشون میده. کدوم یک از اینا همین آرامگاه حافظ نشون دادن که مردم رفتن اونجا این همه جمعیت؟ حالا از این ورم یه سری کنسرت گذاشتن، همشونم سوار موج زن زندگی آزادی شدن، مردم هم از این ور دارن پول فوششون میدن. آقای دادرس هم نوشته فلان فلان شده ها توی کنسرت و سالن های فلان و لباس های نیمه لخت پوشیدن و فریاد آزادی زدن، همتونم مس هستین. این هیچ کاری هیچ قدمی برای مردم ایران بر نمی داره. اگر راست میگید، اگه جرأت دارید، بلنشین چهار تاتون برید ایران، همین پولا رو خرج کنید مثل اون زمانی که افرادی آمدند و پول دادن و اسلحه وارد کردند، رفتن آموزش دیدن دوره شاه و حکومت شاه رو به اصطلاح برانداختن. شما هم این کارا رو بکنید، نه بدبخت جوون دانشجو سپیده قلیان رو چهار سال خورده بندازی زندان، اونم اصلا مثل دیوونه ها شده، اومده تو خیابون برای خودش داد و فریاد، حتی نمیدونم پدرش و داییش کیه، هم میخواد بگیرتش نمیذاره، آخرم گرفتم بردن زندان دوباره. به نظر من این احمقانه کار ترین کاریه که یک زندانی میتونه بکنه. بله ایشون میگه یوان، من شنیدم هوان، اوکی، یوان واحد پول چین است. یوان واحد پول چین است، نه ین. خیلی ممنون آقای محمد دانشگر، فکرم دانشوره، چون بله خیلی ممنون آقای محمد خان و اردشیر شیخی عزیز، ممنون و متشکرم. و دوستان شما نظرتون درباره این جشن هایی که گذاشتن هر تلویزیونی از خیلی جالب، این آقای امیر رضا امیر قاسمی چیه، این علی رضا امیر قاسمی، خب این بنده خداها سالها اصلا میگفتن ما سیاسی نیستیم، هیچ کاری نداشتن. بعدی که این انقلاب زن زندگی آزادی شد و نمیدونم بعد که این خونه فروشی های تو دبی و مبی و فلان اینا یک کمی اسلو شد، همه اینا انقلابی شدن. جالبتر اینه که از اون انقلابی های 40 ساله اینا داغتر و به اصطلاح بیشتر میخوان چیز کنن. بذارید من دوستان یک کاری میکنم، حالا یا خراب میشه یا درست میشه، اینو سیو میکنم، یه لحظه اجازه بدین، نمیذاره حتی سیوش کنم، یه خاموش روشن میکنم. حالا ممکنه صفحه بله بذارید یه کلک بزنیم ما ببینیم این میره از اینجا یا نه. این تسک، بله ببینیم چی میشه. وید بلستر رو میگه نو ریسپاندینگ و میگه پاورم خیلی استفاده میکنه. اینم ما یه چند روز نبودیم برگشتیم لوس شده، خاموشش میکنیم. خب حالا شما صفحه کامپیوتر منو به جاش میبینید، حالا میام اینجا ببینید، میزنی روشن میکنی ببینید چی میشه. وید بلستر میاد تو، بعد دوباره روز از نو، روزی از نو، ببینیم که این بار چی میشه و امیدواریم که درست شده باشد. اینطور نبوده باشد که اینطور بوده باشد. دانشگاهی که دانشگاه باشد دانشگاه است، و مینیبوسی هم که بزرگ بشه چرا اینجوری شد تصویر ما؟ آها، برای که اینو باید بزرگترش کنم. بهتر شد؟ بله. خب ببینید چی میشه. آها مثل تصویر درست شد، نه؟ الان میبینید یک دو سه چهار، اوکی. خب ببینیم ما را چه میشود، اینم بیاریم اینجا کار به کارش نداشته باشیم، این یکی هم بیاریم اینجا کار به کارش نداشته باشیم، این سوربی بنده خدا اون بالا آزارش به هیچ کس نمیرسه. واقعا ما آدم بیازاری هستم، بعضی از من میترسن، وحشت دارن. و با یه مدتی برای یک نفر کار میکردم، منیجر من افغانی بود،
و این شدیداً از من وحشت داشت، نمیدونم چرا. روز آخرم بهش گفتم تو چرا انقدر از من میترسی؟ خب دوستان، رادیو بی بی سی تعطیل شد. باید به شما تبریک بگم، تسلیت بگم، تهنیت بگم، تحمیت بگم. نوشته نزدیک به 83 سال. یادتونه رادیو بی بی سی میگو بنگاه سخن پراکنی؟ من فکر میکردم این اونایی که دوستش ندارن میگن بنگاه سخن پراکنی، ولی نه، از قدیم گفته بودن که این رادیو بی بی سی به اصطلاح بنگاه سخن پراکنیه. حالا قسمت رادیوش فکر کنم تعطیل شده، ببینیم چه خواهد شد. و اما من اینجا نشتم جدال علیزاده، یه ویدیوی آقای علیزاده، اینقدر زاده داریم نمیدونیم کجا به کجا است. خب این من از برنامه قدیم میشناسمش، نمیدونم چی شد، ماجرای پول بود، ماجرای حتی مثل که میخواستن از انگلستان اخراجش کنن، دولت ایران براش چی؟ میدونی شایعات زیاده، وقتی تو کار رسانه هستی شایعه دور برت زیاده. ولی این هم مثل امید دانا یه دفعه 180 درجه عوض شد. ولی با وجودی که عوض شده، برنامه هاش جون داره، استخون داره، میره تحقیق میکنه، سواد داره، سواد این کار رو داره. حالا موهاش وزوزی شده مثل مسی علی نژاد، اینا دستشون اشتباهی خورده به سیم برق، سیم برق گرفتتشون. برق لندن 220، نه آلمان 220 بود، نمیدونم، این خیلی خطرناکه. بخواد به همین خاطر برق آمریکا 110 بگیرتت فلجت میکنه ولی نمیکشتت. توی اونجا کشورها میکشتت حتما، حتما هم نه، بعض وقتا هم فقط یه بربند. خلاصه این برنامه جدال اگه بتونم پیداش کنم، یه برنامه گذاشته با یه آقایی میگن ما یه بسته ایدی، این بسکت ایدی، سبد ایدی، یه سبد ایدی برای شما داریم، و خیلی قشنگ توضیح میده. دوستان به من و شما اگه بگن مشکل ایران چی الان، به غیر از عدم مدیریت، بیکفایتی اونایی که سر کار هستن، فکر میکنیم مردم کم پول دارن. میگه برعکس، زیادی نقدینگی باعث این مشکلات میشه. بعد توش مثال میزنه، ای کاش یه کسی پیدا کنه این برنامه آقای علیزاده رو که درباره این بسته ایدی صحبت میکنه و میگه اگه اینو بتونیم، میگه آقا اصلا دولت و اینا رو ول کنید، دلار و ملار اینا رو 3 ماه فراموش کنید، بیاین این کار انجام بدید، بلکه بتونیم وضع اقتصاد ایران نجات بدیم. میگه این دولت احمقه که حقوق مردم رو زیاد نمیکنه، حقوق کارمنداش رو زیاد نمیکنه. شما وقتی حقوق کارمندا رو زیاد کنی، حالا درسته قبل از اینکه کارمنده اولین حقوقش بگیره، بقال برنج رو برده بالا، نمیدونم اون تایر رو برده بالا، اون بنزین رو برده بالا، ولی همین باعث چرخش میشه. بعد میگه باید بانک‌ها رو تشویق کنیم به مردم، به جای این کارت‌های پول به پول کره، چی میگن کارت به کارت و اینا، شروع کنن کارت‌های اعتباری بدن. من یادم نیست، چون موقع سنم قد نمیداد، اگرم بوده من بتونم کارت اعتباری در ایران داشته باشم، ولی میگفتن بانک تهران اون ماشینای خودکار و فلان، اون موقع حتی کارت اعتباری میداده. راست دروغ من نمیدونم. خلاصه اگه کسی بتونه این، یا خودم هم اینجا سعی میکنم چون یکی از دوستان از کالیفرنیا برای من فرستاد، اگه اونو پیدا کنم اینجا براتون میذارم. میگم برنامه طولانی هست ولی به دیدنش میارزه. اینجا میگن it worth to watch، یعنی ارزش تماشا داره، ارزش این که شما 2 ساعت 45 دقیقه، به نظر من این برنامه رو باید بکنه 30 ساعت، بکنه 45 دقیقه. خود من یک از اون وراجای هستم که برنامه 2 ساعته 3 ساعته 8 ساعته داشتم، ولی به این نتیجه رسیدیم که نه بابا، اون که میاد 2 دقیقه نمیدونم فلانش نشون میده و میره، بیشتر بازدید کننده داره تا ما که زور میزنیم 8 ساعت برنامه و 80 صفحه کاغذ و نمیدونم با 80 نفرم مصاحبه میکنیم. اینی که سعی میکنیم برنامه رو کوتاه‌تر کنیم. خب
بنیم این چی میگه. اونی اگه پیدا کنید حتما برنامه جدال این آقای علیزاده و سبد ایدی که میگه یه جورایی توی سه ماه ها من میخواستم این کار انجام بدم پلیر دور. و ببین آقای خسرو برامی، از موقع اون پلیر دور برداشتیم این مشکل حل شد، یعنی خاموش روشن کردم اون اکثر. آقا اون اکثر برای دوستای دیگر نفرست، خطرناکه. خب بذار ببینیم اینجا نوشته چی. اینجا رو با پاک کنیم، این مال آقای مسعود کردار بوده. و بله اینجا ببینیم خودمون هستیم، بعد شماره تلفنمون، بعد تاریخ و تقویم، و بعد میاد اینجا مردم تیوی، مردم ریپورت، و اینم نیست. پس همین شیشتا خوبه. بس معمای زندگی. عید آمد و باز درمانده در جواب خیش، به معمای عمر و حساب و کتاب خیش، که یک سال اضافه می شود اکنون به زندگی، یا کس شد رقم ز جمع شمار خیش. چه تفاوت کند که ببینم گذشت اوم، لیک بایدم آورد این نکته بیاد خیش. دستی گرفتم ز کسی و زدودم دردی، یا مانده بر دل جای پای ز پای خیش. یعنی دل کسی رو آزرده کرده. خوشبخت آن که در این کوته سباه اوم، نیکو به نام بماند از بحر بقای خیش. سوژه از گاندی، نوروز 1402. این آقای رضا مرحمتی این شعر رو گفتن. ایشون شاعر خوبی هستن ولی کم لطفن به ما. من بارها گفتم آقا یه کمی با ما به از آن باش که با خلق خدایی، ولی خب خیلی مشغوله الان که دیگه نوه و اینها داره. ببینم دیگه نمیشه بیش از این ازش انتظار داشت. من از این صفحه یه عکس میگیرم اینجا میذارم، ببینم پیدا میشه یا نه. اینجا رو میذاریم اسکرین کپچر. Where is it? Come on man. این پایین چی شد؟ اینجا عجب این اسکرین کپچر چی شد؟ پیداده بیداد. آها این شد. پس بیام با این براتون بیارمش. عجبا، حیرتا. کپچر سلکت اریا. تشکر از آقای رضا مرحمتی. و این شعر برای شما میذارم که وقتی خواستین بنویسید یادداشت کنید. اینجاست معمای زندگی. اینم از این. یه چیز دیگه آقای آتیلا آریا نوشته بود، خیلی قشنگ بود، اونم بتونم پیداش کنم براتون میخونم. و من تا دو سه روز پیش اتفاقا توی چیزم بودم اینو شنیده، یعنی خوندم، همچین چیزی نشنفته بودم، یاد نگرفته بودم که بگه. اینی که دعای ایرلندی ها رو اون دفعه خوندم که هر کی قلبش رو به ما پیوند کن یا پاشو لنگ کن که ما بفهمیم کیه به کیه، کی به کجا. نمیدونم کجا گذاشتم اینو. خب ایران و عربستان با میانجیگری چین از سرگیری روابط به توافق رسید، امیدوارم واقعا این کار انجام بدن. و اون نوشته جالبیه، میگه بعضیا .01 هستن. خیلی هم توضیح داده، اگر باهاشون باشی چیزی بهت اضافه نمیشه، اگرم برن از پهلو شما چیزی از شما کم نمیشه. ولی توضیحی که نوشته بود قشنگ بود. ای کاش من اون یه جوری نگه داشته بودم، ولی مسکت با تلفنم نتونستم چیز کنم، توی ماجرای این نگهش دارم. خب اینم از این. حالا بیام اینجا دوباره ببینیم چی به چیه. خب برنامه جدال، حالا بریم توی پرونده هایی که گذاشتم اینجا و عکسایی که گذاشتم. این پرونده پوشه‌ای ما. یه ویدیو من دیدم قبلا، ولی این بار اجازه بدید، این بار با یک نوشته براش دیدم. به نظر من
خیلی جالب تر بود. بذار من اینو براتون بذارم و دقت کنید. و همینجا دوستان من ازتون خواهش کنم که اگر یا دارید حرف میزنید یا از روی نقشه دارید مسافرت میکنید، یه اگزیت، یه انترانس، یه خروجی، یه ورودی رو اشتباه گرفتید، هول نشید، جون خودتون و جون دیگران رو به خطر نندازید. برید دو مایل، یه مایل پایین تر دوباره دور بزنید، از یه اگزیت دیگه بیاید بیرون و نگاه کنید ببینید که این راننده چجوری با جون دیگران بازی میکنه. بالاش نوشته عزیزم راحت برگشتی خونه؟ اذیت نشدی؟ طرف میگه نه عزیز دلم، نگران نباش، نزدیک بود، این نشته بریدگی، نزدیک بود خروجی را رد کنم اما خدا رو شکر سریع جمع و جورش کردم. با همینو ببینیم، شادم شما دیده باشین قبلا، ولی این یادتون باشه دارین رانندگی میکنی. من خودم دیروز بعد از ظهر داشتم به طرف فرودگاه پورتوریکو میرفتم، یه هفته ماشین کرایه کردم، یه ماشین میتسوبیشی، بعد یه اگزیتی رو رد کردم، خیلی آروم قشنگ رفتم اگزیت بعدی، دور زدم 2 کیلومتر رفتم پایین، 2 کیلومتر من همش میشه 4 کیلومتر، 3 مایل، 3 مایل هم نمیشه، ولی نه خودم به خطر انداختم، نه به ریل زدم، نه لاستیک شو. میدونید، بیا نگاه کنید من دیگه چی بگم، بفرم خودتون نگاه کن. این ماشین سفیده رو نگاه کنید، وایساد. این بدبخت راننده کامیون رو نگاه کنید، خب اون یکی کامیون رو نگاه کنید، این قیچی کرد، میگن جک نایف تو آمریکا، این قیچیه، این وقتی که بدبخت کامیون میچرخه این دیگه بعدش اصلا نمیتون تکون بخوره، نگاه کن. ولی این خانم یا آقا هر کیه، این دوتا رو اینجوری، اون یکی هم چپه شد اونجا، این رفت به کار زندگیش برسه، بعدم لابد خونه که میرسه به دیگران فوش میده که اینا بد رانندگی میکنن، اجازه نمیدن به من که خوب رانندگی میکنم، هر جا دلم میخواد از چیز خارج بشم. خب اینم یه چیزی بود گفتم نشون بدم بهتون. و اما یک ویدیویی هست چگونه از پوکی استخوان و اینها، اینه برای خانمای عزیز که بیننده برنامه ما هستن، ولی خیلی کم لطفاً خانما، مخصوصا اونایی که تو اروپا و آلمان این ور ورسن، حمایت نمی کنن. اب ندارم، شما کم لطف باش، ولی ما لطفمونو از شما کم نمی کنیم. بهترین راهکارها برای جلوگیری از پوکی استخوان، این رو هم گذاشتم براتون، بعد اینجا ورش دارم. حالا میگه که شاید به همین راحتی میتوانیم انسان باشیم. اینم یه ویدیویی بود فکر کنم، آها این هم بود که بهتون نشون دادم، یه آقای راجب همسرش میگه که جدا شده، ولی میگه حالا اون بیزینس زده، شغل زده، این تبلیغشو میکنه، همه تعریف و بهبه و چهچه. امیدوارم همینجوری باشه که این آقا میگه و دیگران هم بتونن قبول کنن که اگر جدا هم میشید از همسرتون میتونید آدم باشید، مخصوصا اگه بچه دارید، به خاطر بچه هاتون با هم لازم هم نیست خیلی دوست باشید، همین که دشمن نباشید. این هم از این. یه ویدیویی رو آقای فرامرز دادرس گذاشته بود نشون بده، نمیدونم نارگیل میون چیه، میارن میریزن جلو میمونا و میگه نگاه کنید این میمونا چگونه هر کدومشون فقط یه دونه بر میدارن میرن. نه آقای دادرس، یکم دقت کنی بیشتر از یه دونه هم ور میدارن، چند تا دونه ور میدارن. من فکر کنم اونا یه سریشون شاولایی مجاهد بودن، اینجوری دوتا و سه تا برش نرفتن. خب یه ویدیو دیگه بود بهتون نشون دادم چگونه آزمایش کنید که بنزین توی که آب توی بنزینتون هست یا نه، کار بسیار احمقانه ای بود، اون کار انجام ندید. این یکی ببینم چیه، و میگه که همین جوری که این خانم آقا رو اینجا نصب کرد ما میتونیم دستگیرش کنیم، پس دیگران هم در مدارس سم پخش کردن و در رفتن. این هم از این ماجرای سم و اینا نمیدونم به کجا کشید، آخوندها گفتن تعداد خیلی زیادی رو دستگیر کردیم ولی چیزی دیگه نگفتن، نه معلوم نشد چی شد. خب دوستان، از این ماجرای نشست نمیدونم جورج تاون در آمریکا و
این دیدارها و این نمیدونم کیف دست، کیف دستی چی، توته، یک کیسه پلاستیکی دادن به این آرزا. کجا بود؟ بلژیک بود، نروژ بود، کجا بود؟ چقدر خوشحال شده بود. بعدم اومد اینجا، چه پیشبازی. این اینا بود که رفته بودن حمایت کنن از ترامپ. ترامپ گفت که بیاین آمریکا، اگه اینا منو زندانی کنن بریزین به هم. سه نفر رفته بودن جلو دادگاه، سه نفر. یکیش هم میگه من اومدم ببینم چه خبره، میگه من طرفدار ترامپ نیستم، من اومدم ببینم چه خبره. اون دوتای دیگه هم میگفت ترامپ هنوز رئیس جمهوره، یعنی اینقدر از قافل عقبه. در صورت ترامپ حتی زنش الان، چون این ماجرایی که دارن میبرنش دادگاه به خاطر اینه که 16-17 سال پیش وقتی این زن زاییده بوده، خب چون زایمان کرده بوده، حالا این مردی که کار به چیا نداره که بچه کوچیک داشت، اون رفته بود با یک خانم، چی میگن، تن فروش میگن، خیابانی میگن، خیابانی نه، پورنستار. پورنستار اینا یک فیلم های سکسی پر میکنن. بعد رفته بود پول داده بود و باهاش یه روز بوده و بعدم 130,000 بهش میگن هاشمانی، هاشمانی، به خاطر این بهش میگن هاشمانی، ما میگیم شیس، اینا میگن هاشمانی. 130,000 دلار داده بود تا همه اینجاهاش هیچ که نمیتونه بگیرتش. اونجای اومدن سراغش که این 130,000 دلار رو نوشته بود به عنوان خرج تبلیغات برای رئیس جمهور شدن. از بس آدم خسیسیه این پدر سوخته. و دوستان، ترامپ هیچی پول نداره. ترامپ هرچی پول پدرش ارث گذاشته که این سر خواهرش و برادرش و اینا رو هم کلا گذاشته، همه رو این زده به دیوار. حالا من نمیگیم به چی زده، همه رو زده خراب کرده رفته. انقدر بانکای آمریکا بهش وام دادن و این بلی اپ، بلی اپ ماهی سرخ، ماهی های کوچولو دیدید وقتی میمرد شکمش میباد بالا، بلی یعنی شکم، اپ هم یعنی بالا. وقتی که اینجوری بلی اپ میشد دیگه بانکای آمریکا بهش پول ندادن، رفت سراغ دوچه بانک و فلان اینا، که بعدم اونا فهمیدن ای داد بیدار چی کار کردن، بعد رفت سراغ عربا. کسی که برید گوش کنید، زنگ میزنه به فاکس نیوز دو سه روز بعد از ماجرای سپتامبر 11، میگه که این کار کار عربستان بوده، ولی بعد وقتی رئیس جمهور شد اولین کشوری که رفت رفت عربستان، چون عربستان این ماجرای بن سلمان و این گندبازیایی که در آورده بودن و نمیدونم اینها احتیاج به یک کسی داشتن. اینجا اونایی که معتادن دعوا فروشا رو میگن انیبلر، فراهم کننده، اونها فراهم میکنن وسایل رو. تو ایران یادتون اینا که دزدی میکردن، بعد یه کسایی بودن وسایل دزدی رو میخریدن، بعد اگه میبردن دادگاه میگفتن جرم وسایل دزدی خریدن بیشتر از جرم دزدیدن و فلان اینا. در هر صورت ترامپ بازم 4 روز رفته دادگاه، ولی بعضی ها میگن بهتره که اصلا اینو ول کنن با حال خودش بره، چون این حتی از اینا هم استفاده میکنه برای تبلیغات. و دوباره سال 2024 میخواد بیاد روز از نو، روزی از نو. من امروز فقط اومدم که سال نو رو بهتون تبریک بگم. امیدوار باشم سالی بهتر باشه از سال 1401 که واقعا سال افتضاحی بود. 6 ماه جوونا بدون برنامه، جوونای احساساتی. امروز این دوستمون آقای زاهد افلنگ یه چیزی فرستاده بود، یه بچه‌ای نوشته بود ارتش یک نفره. گفتم والا بلا این کار رو نکنید، مخصوصا شمایی که الان داری فعالیت میکنی که کودک سربازی ممنوع بشه. شمایی که خودت کودک بودی رفتی سربازی، کودکی رو ازت گرفتن، نکنید این کار رو. خب ممکنه شما بگید این که من فیلم نگرفتم، شما پخشش نکنید. یه دختره که باید بچه باشه، کلاس اول باشه، کلاس دو، بذارید این کودکان از کودکی خود لذت ببرن. اگر پدر و مادر با شعوری دارن، پدر و مادرها باید برن مبارزه کنن برای فردای اینها، ایرانی بهتر، آزادتر، دنیای بهتر، زیباتر بسازن. از بچه ها سوء استفاده نکنید. اگه میخواین برین تظاهرات برای که نمیخواین پول بدید به یه نفر از بچهتون مراقبت کنه، این بچه بیچاره رو نذارید سرشونتون اون بالا آفتاب بخوره که شما میخواین بگید برید مرگ بر این یا مرگ بر اون.
همین بچه فردا میاد میگه آقا من نمیخواستم برم اونجا، تو به چه حقی منو بردی اونجا؟ من اصلا با این چیزی که تو میگفتی مخالفم، من با این مرگ بر مرگ بر مخالفم. اجازه بدید بچه ها، کودکان از کودکیشون استفاده کنن، لذت ببرن. نگاه کنید این مایکل جکسون دیگه نابغه، واقعا هنرمند شماره یک، چجوری تو 50 سالگی برای که بخوابه مجبور بود خودش رو نمیدونم سم اکسیژن هر کوفتی بخوابونه، استرا مغزش نمیخوابید، برای که میگم من بچگی نداشتم و چه کارهای کثافتی انجام میداد، بچه ها رو جمع میکرد تو یه رخت خواب باشون میخوابید، بعدم میگو خب این چه اشکالی داره، نمیفهمید. نکنید این کارو با بچه هاتون. بچه های کسی دیگه احمق این کارو میکنه شما فیلماش پخش نکنید. من برید توی فیسبوک من نگاه کنید، یه عکس از خانوادم نمیذارم، شاید اینا نخوان. یه عکس از نوهام نمیذارم، شاید اینا دوست نداشته باشن. فردا میان به من میگن تو چه حقی داشتی عکس من رو گذاشتی اینجا؟ یکم بیشتر فکر کنیم، کمتر احساساتی عمل کنیم. آمریکایی‌ها هر وقت سال نو میاد میگن نیو رزولوشن. رزولوشن از همون کلمه سولوشن و رزولوشن و اینجوری میاد، یعنی سولوشن یعنی راه حل، رزولوشن راه حل پیدا کردن، نیو رزولوشن یه برنامه جدید دادم. بیشترش هم میگن میخوام وزن کم کنیم، بعضی هم میگن میخوام آدم بهتری باشیم، بعضی هم میگن میخوام بدهکار نباشیم. بیاین با خودتون تصمیم بگیرین نیو رزولوشن امسالتون این باشه که کمتر احساساتی عمل کنید، بیشتر منطقی فکر کنید. مرسی، متشکرم. بچه ها شیرینی زندگی هست. yes. آها باریکر، یادم میاد اینا یه جواد یساری شعری خونده بود، آفرین آفرین، حالی که شما گفتی یادم میاد، میگو زندگی اینا رو خراب نکنید، این بچه های زندگیشون باید شیرین باشه. باریکر، مرسی آقا، متشکرم. خب آقای دانشگر سال نو مبارک باشه، آقای شیخی سال نو مبارک باشه، همین 4-5 تا دوستی که اومدن اینجا، آقای نیساری، آقای شاهین غلامرضایی و آقای اکبری و آقای موثقی و آقای رزجوی و همین دیگه، جمع ما همین چند نفر دوستان هستن. امیدواریم که لطفشون شامل حال ما بشه، برنامه رو برای دیگران بفرستن. این برنامه رو تا یه ساعت دیگه من روی یوتیوب میذارم، اگر از روی یوتیوب نگاه کنید و برای دیگران لینک یوتیوب بفرستید بهتره. شاهین به من پیشنهاد کرده بود آقا بیا رو تیک تاک، گفتم شاهین خودت نوشتای خودتو بخون. 10 روز پیش به من گفتی آقا بیا اینستاگرام 15,000 تا، حالا ببینیم اینجا به ما پول میدن، الان میگه بیا رو تیک تاک. آقا تیک تاک رو تو آمریکا دارن میبندن، میخوان ببندن، من فکر نمیکنم زورشون برسه که چی بشه. اگه یادتون باشه من اولین کسی هم که از اولی که اینا گفتن تظاهرات فلان، این دوستون آقای امیر خان، اون دوستون آقای بیژن خان، اون دوستون آقای رضا خان زنگ میزنه که من بیام با ماشین ببرم، نمیخواد با مترو بیا فلان بیسار، هر کدومشون میگن بیا، میگم برای چی؟ آقا من چرا بیام تو تیک تاک برنامه بذارم؟ برای چی؟ فیسبوک و اینا الان به من این مجانی استریمینگ رو میده که من بتونم از اینجا برم آلمان، برم ایران، برم فرانسه، دوستان ما رو ببینم. تیک تاک بیام برای چی؟ شما بگو پول توشه، میگم چه پولی توشه؟ شما میگه آقا 1,000 تا ویدیو که بذاره 1,000 نفر بیان ببینن 2 دلار میدن. آقا من نمیخوام. ما اینجا وقتی میریم یه چی میخریم میشه 8 دلار، به طرف میگه آقا باقیش برای خودت. این رسم تو آمریکا، آمریکایی‌ها خیلی دست و دل بازن. این مملکت دوستان از دست و دل بازی آباد شده. حالا اگه یه جشنی میذارن شما میری تو وایت هاوس، اینقدر هیجان زده نشو، دنیا رو تسخیر نکردید. اون وقت ببینید خودمون خانم مقبلی چقدر داون تو ارت، چقدر خاکی صحبت میکنه. اصلا صحبت که میکنه هم مثل بچه های خودمونه، ولی منو شما دیدی؟ خب دیدی خانم بایدن، هم خانم بایدن چند روز پیشم جایزه داد به شروین،
و یه مشت احمقی رو افتاده گفت این آهنگ که مال شروین نبوده، این شعرها رو مردم داده، باید این حالا این چه جایزه ای داده که شما حسودیتون میشه میخواین این جایزه رو از این بگیرین بدین به مردم؟ خیلی آدم درستکاری هستین. یه دوستی برای من نوشته بود آقا نفتم دیگه ملی نیست، فکر کنم آقای کردار نوشته بود نفتم دیگه ملی نیست. گفتم چه بد شد، من الان این 67 سالی که عمر دارم 67 سال داشتم پول نفت رو میگرفتم، چه دوره شاه چه دوره شیخ، حالا این دیگه ملی نباشه پول. آقا کدومتون تا حالا پول نفت اومده در خونتون که حالا ملی باشه ملی نباشه؟ بعد ملی بودن و ملی نبودن به این نیست که یه پولی به من و شما برسه، به اینی که یه کسایی بشینن اینا یه جوری خرج کنن، یه جوری نگه دارن که برای نسل‌های آینده باشه، مثل شیخ محمد دبی باشه که یه زمانی گفت 20 سال دیگه نفت تموم میشه، پس من باید توی این 20 سال سیستم درآمد دبی رو از نفت عوض کنم، و بیچاره رفت عوض کرد به توریست، ولی خورد به اون ماجراهای سقوط مالی دنیا و اینها. حالا نمیدونم الان اوضاع دبی چیه، ولی همین حرف رو شاه احمق هم زد، گفت نفت یه مدت تموم میشه، اولا دیدید که فکر کرد بحرین مرواری تموم شده فلان بیسار، بحرین رو داد رفت، بعدم گفت نفت 10-15 سال دیگه تموم میشه. خب مردک تو چه فکر کردی حالا که نفت تموم میشه؟ فقط نفت گرون که شد دست کردی اینجا تو جلیزغن گفتی چشابیا فلان بیسار، که ای کاش خفه شده بودی 4 سال قبل از اینکه قرارداد چی کنه، گفتی من قرارداد رو تمدید نمی کنم. اونا هم از همون روز، حالا اینا که فکر کنن 4 نفر رفتن تو خیابون تظاهرات کردن، اونا هم از همون روز گفتن این مردی که مثل که یابو برش داشته، نمیدونه ما باباشو با یه نامه آوردیم با یه تلفن بردیم، نمیدونه که اون التماس کرد که ما اینو نگه داریم فعلا. امان از این ها. خب بذار من ببینم کسی رو از قلم ننداخته باشم. خب خیلی هم خوب دوستان، و برنده لاتاری بشین. نه آقا من اصلا لاتاری نمیخرم، چون باور ندارم به لاتاری، و فکر میکنم اینایی که پول هنگفتی به دستشون میاد نمیتونن کنترلش کنن و خراب میشه. حالا خودتون شما آقا محمد کجای دنیا هستی، به هر زبونی توی گوگل بنویسید که سرنوشت آنهایی که بلیت بخت آزمایی بردن، همین لاتاری میشه بلیت بخت آزمایی خودمون، ببین چه سرنوشت های شومی دارن. و خودت تصور کن که امروز 2,000,000 دلار بردی، میخوای چیکار کنی؟ اول تصمیم میگیری که به هیچ که نگی، درسته؟ پس باید یه رازی رو نگه داری، کار مشکلی. دوم شروع میکنی دروغ گفتن به دیگران، طرف میاد بهت میگه آقا 100 دلار داری؟ 2,000,000 داری یا؟ ولی میگی نه، چون اگه بگم دارم فردا میاد میگه 100 دلار. دوستات یکی یکی پر، فامیل یکی یکی فرار، اون وقت شروع میشه دوستان قلابی یکی یکی میان، هر کی میاد نزدیکت شک میکنی که این برای پولت اومده یا برای خودت برای اخلاقت اومده. زندگی سختی میشه، برو یه نگاه کن. اگه تو آمریکا هم هستی بزن که بزن که لاتاری اند چی میگن دوز هووان لاتاری، ببین چه سرنوشتایی داشتن، چه مکافاتایی و الی آخر. در صورت از یکایی که شما عزیزان ممنونم، و امیدوارم بتونم برنامه های بهتری با کمک شما دوستان بیننده داشته باشم. چجوری؟ شما زنگ بزنید به این شماره تلفنی که الان براتون میذارم. ببینم ای باد ویداد که این تاریخی که رفته بود اسفند کجای کاری؟ همون دیگه، مثل این تاریخ خراب بود. امروز 26 ها 26 مارچ 2023. عجب داستانش، اونو میزنیم اون عوض میشه. داز مارچ، خدایا 26 مارچ 2023 بود، و شماره تلفن اون اینه، افکت 2 اینه، همین نگه دارم.
با این شماره تلفن شما دوستان میتونید زنگ بزنید. آخرش خودکشی و طلاق و دادگاهی. خب شما که بهتر از من میدونی، پس چرا یه همچین نفرین بزرگی در حق من میکنی که لاتارین ببره؟ و یه چیز دیگه بگم که من از لاتاری خوشم نمیاد، اینه که خیلی ها از آقای صمدیان، ابوالقاسم صمدیان دکتر فوت شده، گرفته به من میگه آقای سوربی من همه پولامو دادم به تلویزیونای شاهولایی، حالا بی پول شدم ولی حالا لاتاری میخرم، اگه برنده بشم یه پول هنگفتی به شما میدم. این خیلی بده که یه چیزی اینجوری به یه نفر بگی. اگر نگی بهشت برنده بشی بهتر از اینی که اینجوری بگی. در هر صورت ممنون و متشکرم. و این شماره تلفنه با واتساپ هم میتونید زنگ بزنید، 201-202-695-2573. و این ایمیل هم effect6 بله info@mardomtv.com میتونید ایمیل بفرستید. ما همه وسایل رو، همه در و پنجره ها رو باز گذاشتیم برای که شما با ما در ارتباط باشید و موضوعی اگه هست بگید. این ویدیوی جدال رو که آقای علیزاده اجرا کرده حتما پیدا کنید، نگاه کنید، نظرتون رو به من بگید. من میخواستم بگم خب آقای جدال، شما که همچین برنامه داری، این رئیسی هم که مسخرش میکنن میگن 6 کلاس سواد داره، خب برید به این بگید بابا بیا این کارو بکن ببین انجام میده یا نه. البته یه بار دیگه هم بهتون گفتم دوستان، اینم که 6 کلاس داره میگن، آخه شاهی که سوئیس رفته بود دیپلم نداشت، این اقلا 6 کلاس سواد داره، 6 کلاس سواد مدرسه داره، بعد رفته حوزه، حالا این ور اون ور دانشگاه و نمیدونم کوفت زهرمار، حالا هم که یه دو تا دکترای افتخاری بهش دادن. اینا رو بریزید دور. رضاخان هم این همه کارهای خوب کرده بود، تا موقعی که این کارهای خوب کرده بود سوادی هم نداشت، ولی آدمای دانا رو آورد بود کنار خودش. در صورت آقای علیزاده برنامه‌ات خوبه، ولی یه جوکی بود، گفت که حاج آقا این کار اشکال داره؟ گفت نه. گفت این کار اشکالی داره؟ گفت نه. گفت حالا این کار چیه؟ گفت حالا صبر کن. چی؟ جز جزش خوبه ولی مرچور ترکیبشونو ببرن، یه چیزی اینجوریه هست جو. این آقای علیزادم اینجوریه، کارش خوبه، آدم با سوادی هم هست، گوینده خوبی هم هست، یه کمی آقا موهات مثل من کوتاه کن، این چی آخه موهای وزوزی این سر جارو، بعدم نمیدونم چه ماجراییه. خدا وکیلی اگه از اینا پول میگیری خب راست بگو پول میگیرم برنامه اجرا میکن، اگرم نمیگیری داری خود تو داغون میکنی. دوستان عزیز بس دیگه، بریم و شما رو به حال خودتون بذاریم. امیدوارم سال خوبی باشه، بتونید از هر دقیقش استفاده کنید و لحظات خوبی رو با دوستانتون، با فامیلتون، با دوستایی که روی فیسبوک دارید، روی تلگرام دارید و اینها داشته باشید. مهربونتر باشید، احساساتی عمل نکنید و منطقی عمل کنید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.